اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. در 11 ماه مبارک شعبان، روزی که به مناسبت سال روز ولادت با سعادت علی اکبر جوان رعنای ابا عبدالله الحسین علیه السلام تعیین شده است، این مناسبت را به محضر همه ارادتمندان به خاندان عصمت و طهارت و مخصوصا خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیه درس میکنم. از خداوند متعال توفیق شناخت این بزرگواران و توفیق پیروی مسئلت می نمایم. همان گونه که اشاره شد، امروزه 11 ماه شعبان را سال روز ولادت علی اکبر علیه السلام تعیین کردن. هرچند در منابع اولیه مثل طبقات الکبرای ابن سعد و همچنین تاریخ طبری و کتاب نفس المحموم مرحوم شیخ عباس قمی که زندگی نامه علی ابن الحسین علیه السلام رو به رشته تحریر درآورده اند، به تاریخ ولادت اون حضرت اشاره نکردند. اما عده از علما مثل مرحوم ابن ادریس در کتاب سرائر تولد علی اکبر رو در سالهای پایانی خلافت عثمان دانسته. علامه عبدالرزاق مکرم نیز با تقویت این نظریه سال ولادت علی اکبر را در سال 33 هجری قمری بیان داشته است که مطابق با همون دیدگاه ابن ادریس هست. بر این اساس اگر سال روز ولادت علی اکبر سال 33 هجری قمری باشد، ایشان در سال 61 هجری قمری در روز عاشورا تقریباً 28 سال داشته است و بزرگتر بودن و اکبر بودنش نسبت به امام سجاد علیه السلام که به اتفاق مورخین اون حضرت در اون روز 23 سال داشته است، از این طریق به اثبات میرسد. مرحوم علامه مقرم در کتاب مقتل الامام الحسین علیه السلام و همچنین در دیگر کتاب خودش که به نام علی اکبر نوشته است، سال روز ولادت اون حضرت را همون گونه که اشاره شد 11 شعبان سال 33 هجری بیان داشته و خود علامه مقرم این سند رو و این تاریخ را از کتاب مخطوط انیس الشیعه نقل کرده که این کتاب متعلق به سید محمد عبدالحسین جعفری حائری است که این کتاب با آن که علامه مقرم از اون نقل کرده، اما معلوم نیست که منبع اصلی کتاب انیس الشیعه چی بوده است. هرچند صاحب از ذریعه لا تصانف الشیعه در مورد همین کتاب انیس الشیعه می نویسد که این کتاب را مؤلف در سال 1241 هجری قمری بر اساس ترتیب ماهای قمری و با شروع از ماه ربیع الاول نوشته. به هر صورت اون چه که قابل یادآوری است این است که سال روز ولادت علی اکبر علیه السلام در منابع اولیه تعیین نشده است، اما همون گونه که اشاره شد از این کتاب‌های متأخر همین 11 شعبان نقل شده است و همه کسانی که سال روز ولادت اون حضرت رو یادآوری کردن از این دو کتاب علامه مقرم یادآوری کردن. ما
ما هم به همین مناسبت و بدین بهانه خواستیم که یک تذکر و یادآوری از این جوان رعنای ابا عبدالله الحسین علیه السلام داشته باشیم و برخی از خصوصیات ویژه و ممتاز اون حضرت رو یادآوری کنیم، باشد که به عنوان الگو و سرمشق همه شیعیان مخصوصاً جوانان مطرح بشود. علی اکبر علیه السلام اونچه که مشخص هست و معلوم هست از یک دودمان پاک و در خانواده عصمت و طهارت بزرگ شده است. علی اکبر مولود خانه امامت و ولایت و پرورده دامان امامت و نجابت است. پدرش ابی عبدالله الحسین علیه السلام و مادرش لیلا بنت ابی مرت ابن عروت ابن مسعود ثقفی است که خاندان جلیل و بسیار با شرافتی بوده است. در این که علی اکبر علیه السلام از دیگر فرزند امام حسین یعنی امام سجاد علیه السلام بزرگتر بوده است، همون گونه که اشاره شد اگر تاریخ ولادت علی اکبر 33 هجری قمری باشد، خب قطعاً از امام سجاد بزرگتر می شود. اما به نقل دیگر که 43 هجری قمری هم نوشتند، در این صورت علی اکبر از امام سجاد علیه السلام سنش کمتر می شود. در روایات از امام سجاد علیه السلام نقل شده است که دلالت می کند تا حدودی که امام سجاد از علی اکبر کوچکتر بوده است. در یک نقل آمده است که حضرت می فرماید کان لی اخون یقال له علی اکبر منی قتله الناس، که در اینجا به این بزرگتر بودن خودش بزرگتر بودن علی اکبر اشاره می کند. اما در برخی از منابع مثل لحوف سید ابن طاووس این کلمه اکبر نیامده است، بلکه در اونجا داره قد کان علی اخون یقال له علی ابن الحسین قتله الناس. به هر صورت تربیت شایسته ابی عبدالله الحسین علیه السلام سبب شد که علی اکبر به بهترین صفات و کمالات انسانی آراسته شود و عواملی همچون اصالت خانوادگی، تربیت، وراثت، کسب علم و فضائل از جمله عناصر تشکیل دهنده شخصیت هر کسی است که این عناصر در وجود و شخصیت حضرت علی اکبر علیه السلام مشاهده می شود. خلق و خوی، ادب و مکانت و شخصیت علی اکبر علیه السلام در حد اعلای برجستگی و درخشندگی بوده است. به گونه‌ای که در تاریخ معروف و مشهور هست که حرکات او، سخن گفتن او، مشی او و رفتار او گویای حرکات و سکنات پیامبر گرامی اسلام هست و به همین سبب عده زیادی از جمله خود امام حسین علیه السلام نیز به این مسئله اشاره می کند که با دیدن او یاد حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در ذهن‌ها زنده می‌گشت. علی اکبر نسخه برابر با اصل است. در همه رفتار خودش به پیامبر گرامی اسلام شباهت دارد. شاخه از همین شجره طیبه است و وارث همه خوبی‌های خاندان عصمت و طهارت. الگوی شجاعت و ادب اکبر، دردانه فاطمی نسب اکبر، یقین ز نسل ایمان بود، پرورده دامن کریمان بود، آن یوسف حسن و ماه کنعانی، در خلق و خصال احمد ثانی، آن شاهد بزم سرو قامت بود، در یادل و کوه استقامت بود. امام حسین علیه السلام در تربیت و آموزش قرآن و معارف اسلامی و همچنین اطلاعات سیاسی و اجتماعی به این فرزند خودش سعی وافر داشت و از وی در اثر همین تربیت درست و به جای خودش یک شخصیت کامل
و انسان برجسته ساخت، شگفتی و تعجب همگان رو برمی‌انگیخت. از جمله محاسن و نیکویی های علی اکبر علیه السلام به زبان دشمن و دوست جاری شده است. از جمله نقل شده است از مغیره که میگوید قال معاویه من احق الناس به هذا الامر. یک روزی معاویه ابن ابی سفیان از اطرافیان خودش سوال میکند که چه کسی به این امر خلافت و حکومت سزاوارتر است. خب عده‌ای که در اطرافش بودن قالو انت، گفتن خود جناب عالی از همه سزاوارترید. اما معاویه در اینجا یک حرف حق رو به زبان جاری می کند و می گوید قال الله، این گونه نیست، بلکه اول الناس به هذا الامر علی ابن الحسین ابن علی، سزاوارترین شخص به این مسئله علی ابن الحسین است که جده رسول الله، جدش پیامبر اکرم است. و فیه شجاعت و بنی هاشم، شجاعت رو از بنی هاشم کسب کرده است. و سخاء و بنی امیه و زهو و ثقیف، که سخاوت رو از بنی امیه و زیبایی را از قبیله ثقیف به دست آورده است که نسبت مادریش به این قبیله میرسد. خب در اینجا هرچند معاویه سخاوت بنی امیه را هم مطرح میکند که این نسبت البته در این جای حرفی است، اما اون چه که مهم است این است که به همین مقدار که این زیبایی ها و کمالات علی ابن الحسین علیه السلام در زبان دشمن نیز جاری شده است و ایشان در شام زیبایی ها و کمالات علی ابن الحسین در مدینه رو به دست آورده است، از اینجا فهمیده می شود که آوازه کمالات علی اکبر از مدینه فراتر رفته است که این گونه در شام این مسائل مطرح می شود. یکی از صفات برجسته که در زندگی علی اکبر علیه السلام در اثر تربیت ولایی و همچنین آموزش های مهم دینی به دست می آید این است که علی اکبر همواره در خدمت و اطاعت پدر بزرگوارش و در نهایت ادب گوش به فرمان و آماده جانساری بوده است و این اطاعت و فرمان برداری را نیز در راستای همون حق محوری و حق پرستی خودش قرار داده است و اون رو به عنوان یک وظیفه الهی و حق در زندگی خودش مورد مراعات قرار داده است. وقتی ابی عبدالله الحسین علیه السلام از مدینه حرکت می کند به مکه می آید و از مکه نیز به سمت کوفه حرکت می کند، در این مسئله مورخین و تاریخ نویسان و محدثین این مطلب را یادآوری کردند که همراه با کاروان ابی عبدالله الحسین علیه السلام علی اکبر نیز حضور داشته است و حضورش فعال و نقش برجسته هم در این نهضت به عهده داشته است. از جمله وقتی کاروان ابی عبدالله الحسین علیه السلام به قصر بنی مقاتل می رسد، عقبه ابن سمعان می گوید که ابی عبدالله علیه السلام با ما طی مسیر می کرد، ناگهان یک خواب خفیف و چردی برای حضرت پیش آمد در حالی که حضرت بر پشت اسبش سوار بود. وقتی بیدار شد گفت انا لله و انا الیه راجعون و الحمد لله رب العالمین. این جمله رو دو مرتبه یا سه مرتبه تکرار کرد. وقتی این جمله را علی اکبر شنید میگوید دید که پدرش یک کلمه استرجاع را که معمولا در جاهای حساس گفته می شود به زبان جاری می کند، به پدرش نزدیک شد و سوال کرد که من محمدت الله و استرجعتم، از چی خدای را سپاس گفتی و کلمه استرجاع را بر زبان جاری کردی. میگه ابی عبدالله الحسین علیه السلام جریان رو این گونه به فرزندش بیان کرد یا بنی انی خفقت خفقتا فعنی لی فعن لی فارس علی فرس،
یک خواب مختصری برای من پیش آمد. دیدم سواری این گونه فریاد میزند و میگوید القوم یسیرون و المنایا تسیر الیهم، این مردم این گونه که میروند مرگ نیز به دنبالشون در حرکت است. فعلم تو انها انفسنا، پس دانستم که منظور این ناله و این فریاد و این صدا ما هستیم. در یک همچنین موقعیتی که خبر مردن و رفتن از دنیا در میان می آید، خب بالاخره هر کسی در یک حالت عادی قرار داشته باشد، وحشت، اضطراب و نگرانی برایش پیش می آید. اما علی اکبر علیه السلام در اثر همون تربیت دینی و الهی که به دست آورده است، بدون اینکه کوچکترین نگرانی و اضطراب برایش پیش بیاید، این گونه از پدرش سوال می کند و قال الله یا ابت لا اراک الله سوءا، خداوند هیچ بدی را متوجه شما نسازد. الستنا علی الحق، مگر در این مسیری که می رویم ما بر حق نیستیم؟ ما بر پایه های حق این حرکت ما استوار نیست؟ که امام علیه السلام می فرماید قال بلا والذی الیه مرجع العباد. امام حسین علیه السلام می فرماید چرا، ما بر حق هستیم، همه بازگشت بندگان به سوی خداست. جواب که علی اکبر می دهد اینجا اون شخصیت و اون حقیقت ذاتی علی اکبر رو نشان می دهد که می گوید فإننا اذن لا نبالی ان نموت محقین، در صورت که ما بر حق باشیم هیچ باکی نیست از این که مرگ در رای حق به سراغ ما بیاید، و از مرگ در رای حق نمی ترسیم و نمی هراسیم. اینجاست که امام حسین علیه السلام نیز در این جواب زیبای فرزندش این گونه جواب می دهد که جزاک الله من ولدین خیر ما جزا ولدن ان والده، خداوند متعال بهترین پاداشی رو که یک فرزند از والدش دریافت می کند، از پدرش دریافت می کند، به تو عنایت کند. خب این مصاحبه و گفتگوی کوتاهی که بین ابا عبدالله الحسین علیه السلام و علی اکبر پیش آمده است، گویای شخصیت بزرگوار این حضرت هست که علامه محمد تقی جعفری وقتی این مسئله را بیان می کند می گوید ای جوانان عزیز، به این تربیت و به این جمله علی اکبر می گویند سعادت، و الا خیلی ها ممکن است از ثروت، از مقام، از قدرت و همچنین علم و مسائل دیگر بهره‌مند باشد، اما به هیچ کدام اونها با این قاطعیت نمی شود گفت سعادت، به خاطر اینکه معلوم نیست که انسان با داشتن همه این خوبی های دیگر وقتی به او خبر داده بشود که دیگه باید از دنیا بروی و دیگر بار سفر را باید ببندی، او با یک چنین آمادگی اعلان کند که در صورت که ما بر حق باشیم و مرگ ما در راه خدا باشد، ما هرگز به خود ملالی و به خود باکی راه نمی دهیم. این از سعادت علی اکبر علیه السلام هست که اگر یک چنین آمادگی رو انسان در زندگی خودش داشته باشد که به انسان خبر بدهد که در راه خدا میخوایی از دنیا بروی، او با افتخار تمام این رو بپذیرد، به این سعادت بزرگی گفته میشود. یکی دیگر از ویژگی هایی که در زندگی علی اکبر علیه السلام بسیار برجسته است این است که شخصیتی است که برای پدرش خیلی محبوب و دوست داشتنی است. این روزها که متاسفانه روابط عاطفی بسیاری از پدران و فرزندان کم رنگ شده است و کوتاهی‌های برخی پدران در تربیت فرزندان به بروز ناهنجاری‌های اخلاقی و تربیتی و همچنین رعایت نکردن حرمت پدری از سوی فرزندان منجر می‌شود، پیامد آشکار این مسئله هم این است که با اینکه پدر و فرزند احیاناً در کنار یکدیگرند، اما با تحمل همدیگر یک نوع تکلف و زحمت رو
احساس میکنن و پدر و فرزندی امروز بیشتر به یک آشنایی تبدیل شده است که همدیگر را فقط میشناسن، اما روابط عاطفی و صمیمی بین پدر و فرزند بسیار کم و اندک شده است. اما این رابطه عاطفی و صمیمی و در حد بسیار بالای خودش را ما در مورد علی اکبر و ابوعبدالله الحسین علیه السلام میبینیم، به گونه ای که این رابطه در حد دلدادگی و عاشقی میرسد که در یک چنین شرایطی معلوم هست که این رابطه هم از این جهت به وجود میآید که پدر اون وظیفه پدری رو نسبت به فرزندش به خوبی ادا میکند و هم از اون طرف فرزند اون وظیفه فرزندی رو نسبت به پدرش به خوبی عمل میکند. در اثر یک چنین رفتار متقابل است که یک چنین ارتباط صمیمی و گرم به وجود میآید، به گونه ای که در مورد رابطه سرشار از ادب و احترام علی اکبر نسبت به ابی عبدالله الحسین علیه السلام در تمام مراحل زندگی این مسئله موج میزند و مخصوصا در عاشورا و در نهضت ابا عبدالله الحسین علیه السلام این مسئله خودش رو بهتر آشکار میکند که در روز عاشورا وقتی قرار می شود علی اکبر به میدان برود، قامت علی اکبر و سیمای علی اکبر و وجود علی اکبر هم به امام حسین علیه السلام توان می بخشد، انرژی می دهد و هم از امام حسین علیه السلام توان را می گیرد. هم دل می دادن و هم از همدیگر دل می ربودن. امام حسین علیه السلام پدری بود که انگار همه دنیاست و همین یک پسر رو دارد و همین جهت سبب شده بود که دل کندن از علی اکبر برایش سخت و دشوار باشد. به دیگران می گفتن از علی اکبر دل بکنید، اما خود نمی توانست از جوان خودش دل بکند و بسیار زیبا هست که از یک طرف ابی عبدالله الحسین علیه السلام عاشق پروردگار خود و از اون طرف هم این ارتباط صمیمی نسبت به فرزند یک حالتی را برای امام به وجود می آورد که وقتی علی اکبر کسب اجازه می کند و برای رفتن به میدان می خواهد از پدر اجازه بگیرد، ابی عبدالله الحسین علیه السلام با تمام رابطه بسیار نزدیک و صمیمی و عاطفی و عاشقانه‌ای که نسبت به فرزندش دارد علی اکبرش رو اجازه می‌دهد، اما از او خواهش می‌کند که ای حبیب من، ای میوه دلم، ای نور چشم من، کمی برایم راه برو. و از این حرکت و رفتار ابی عبدالله الحسین علیه السلام به خوبی پیدا هست که چقدر علی اکبر در دل پدرش عزیز بوده است. در شب عاشورا نیز وقتی امام حسین سخنرانی معروف خودش رو انجام میدهد و همه رو اجازه میدهد که از صحنه کربلا بیرون برود و به همه هم بیان میکند که این مردم با شما کاری ندارد، اما علی اکبر، جوانان بنی هاشم، قمر بنی هاشم، ابوالفضل عباس علیه السلام در برابر سخنان ابی عبدالله الحسین علیه السلام واکنش نشان میدهد که چرا تو را تنها بگذاریم و از اینجا کجا برویم؟ خدا نیاورد آن روزی را که ما بی تو زنده بمانیم. و سپس جوانان دیگر بنی هاشم جوابهای به امام حسین علیه السلام میدن که حاکی از ایثارگری و فداکاری است. به هر صورت علی اکبر جوان است که در نهضت عاشورا حضور پررنگ و فعال در صحنه های گوناگون دارد. در زیارتنامه اون حضرت هم از تعبیرهای بسیار زیبایی بهرمند می شویم وقتی از زبان معصوم این گونه مورد خطاب قرار می گیرد و به دیگران آموزش داده می شود که وقتی
کنار قبر علی اکبر رسیدید این گونه سلام بدید، بگویید السلام علیک یا اول قتیل من نسل خیر سلیل من سلالت ابراهیم الخلیل، سلام بر تو ای کسی که اولین کشته از نسل بهترین سلاله های ابراهیم خلیل هستی، چون از جوانان بنی هاشم اولین کسی که به شهادت رسید و به میدان رفت علی اکبر علیه السلام بود. صلی الله علیک و علی ابیک قتل الله قوما قتلوک یا بنیه ما اجرهم علی الرحمن و علی انتهاک حرمت الرسول علی الدنیا بعد کالعفا، که این جملات به خوبی نشان دهنده شخصیت علی اکبر علیه السلام هست. شجاعت علوی در وجود علی اکبر وجود دارد که در تاریخ ثبت شده است نمونه های از این شجاعت، مخصوصا در اون نبرد جانانش که با دشمن در روز عاشورا انجام داد و پهلوانان و قهرمانان جنگی را از پا در آورد و عده زیادی را هم به جهنم فرستاد، که همه اینها نشانه آن است که علی اکبر از اون شجاعت و غیرت جدش امیرالمؤمنین علی علیه السلام نیز بهره‌مند بوده است. در راه خدا ذبیح دین گردید، بر حلقه عاشقان نگین گردید، داغش کمر حسین را بشکست، با خون سرش حنای خونین بست، دیباچه داستان حق اکبر، قربانی آستان حق اکبر. چون روز ولادت با سعادت اون حضرت هست، میخواهم با چند شعری هم مدح و ستایش این بزرگوار رو داشته باشیم. جلوه ذات خدای دادگستر اکبر آمد، مرحبا آینه روی پیامبر اکبر آمد، از قدومش شد هویدا جنت موعود، ما را آن که شد خلد مخلد پای تا سر اکبر آمد، کرد گل افشان مقدم او را ملک با شوق و شادی، زان که امشب نو گل زهرای اطهر اکبر آمد، مولدی او می کند تفسیر عیسی رو، شهادت در شجاعت ثانی ساقی کوثر اکبر آمد، او شبیه آمد محمد را به خلق و خوی و منطق، خاتم پیغمبران را یاد آور اکبر آمد، تاز موج فتنه آرد کشتی دین را به ساحل، ناخدا و بادبان و سکان و لنگر اکبر آمد، آمده دریای فضل و جود را تا بند گوهر، بر سر تقوا و دین رخشنده افسر اکبر آمد، جام عشقی ایزد آمد شبه روی احمد آمد، آن که دارد بر لبان خیش کوثر اکبر آمد، ای سماوی مژده امشب بده نسل جوان را، گوش ما را بهترین الگو و رهبر اکبر آمد، ای ورق روی تو عنوان حسن، خال و خطت نقشه ایوان حسن، نسل جوان را به جهان رهبری، جلوه توحید علی اکبری، گرچه خداوند وجود و عدم خلق نکرده دو نفر مثل هم، لیک چو رخسار تو را آفرید نقش تو را شکل محمد کشید، هر که هوای رخ احمد کند در تو تماشای محمد کند، باد نقابت
چو به بالا زند فاطمه لبخند، به لیلا زند بس که خدا خوب تو را ساخته، خصم تو در مدح تو پرداخته، دشمن سرسخت شما انجمن بود معاویه که گفت این سخن، تاج خلافت که ز پیغمبر است ساخته بر فرق علی اکبر است، حق سخن گشت به مدحت ادا از لب جان بخش شه کربلا، گفت توی ای پسر با وفا اشبه مردم به رسول خدا، جان تو و جان حسین بود یکی، قبر تو و قبر حسین شد یکی، ای ز تمام شهدا خوبتر، پیش حسین از همه محبوبتر، بین جوانان بنی هاشمی جانی و جانان بنی هاشمی، بس که بودد شور شهادت به سر، کشته شدی از همگی زودتر، خون سرت تا به جبینت چکید، موی سیاه پدرت شد سپید، چهره به رخسار منیرت گذاشت، تا دلش آرام نشد بر نداشت، میسم اگر وصف تو را می سرود، جست و الهام تو در او نبود. صلی الله علیک یا علی ابن الحسین ابن رسول الله و رحمت الله و برکاته.